گروه طالبان اعلام کرده است که این گروه به پروژه های ملی آسیب نخواهد رسانید. در یک اعلامیه طالبان آمده است، پروژه های ملی به سود مردم هستند و باعث پیشرفت کشور می شوند. از این رو ما نه تنها از راه اندازی پروژه های بزرگ همچو کاسای 1000، راه های مواصلاتی، خطوط آهن و بندهای بزرگ برق و آبگردان پشتیبانی می کنیم، بل از آنها محافظت نیز خواهیم کرد. اما دیدگاه وزارت امور داخله در این باره چیست؟ تا حال بزرگترین مانع در راه پیشرفت و انکشاف افغانستان با تأسف طالبان بودند و در چند ماه اخیر هم نزدیک به 2 میلیارد خسارت که به دارایی های عامه رساندند. ما در عمل چیزی را ندیدیم که اینا با افغانستان و مردمش آسیب نرسانند. در این حال وزارت انرژی و آب میگوید که گروه طالبان نمیتوانند بر سر راه عملشدن پروژه های اقتصادی موانع ایجاد کنند. خطی که از یک انتقال اگر فرض کنیم از خود قندوز بغلان قد شد، ما خواستیم که از رای در خط تپه از رای خود هرات و قندار برق بیاریم به پاس بعد به کابل. اونا دیدن که یک رای نیست، که یک ما یک در قد کنیم دولت دیگر را پس در پیش میره. از خود نام استراتژی خال تغییر دادن که این فایده ای نداره. صورتی که اگر ما باج بتیم به کسی و در حقیقت اونا رو توسط پول و توسط یک حرفای دیگه تطمیع بکنیم که اونا اگر از نگیریم پروژه را، ما را در جانب قوتمندی از اونا را از سیاسی ما در حقیقت را بسیار تصدیق میکنیم. پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که طالبان تنها در نبردهای اخیرشان بیش از 2 میلیارد افغانی به زیر ساختهای همگانی آسیب رسانیدند.